حدود 15 ماه بعد از شروع رسمی همه‌گیری کرونا در ایران، به گفته مسئولان فاز چهارم همه‌گیری آغاز شده و اغلب شهرها در وضعیت بحرانی قرار دارند. آیا کنترل همه‌گیری کرونا اولویت حکومت بوده؟ نقش مردم چیست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه 2 آخر هفته. در روزهای اخیر بالاترین آمار رسمی ابتلا را از شروع همه‌گیری کرونا شاهد بودیم، در حالی که در تعطیلات نوروزی رفت و آمدهای شهری و سفرهای بین شهری محدود و ممنوع هم نبود. همزمان نبود چشم‌اندازی از واکسیناسیون عمومی علارغم وعده‌هایی که توسط دولت حسن روحانی طرح شده کار را به جای رسانده که هیچ پایانی برای این بیماری در افق دیده نمی‌شود. بسیار از افراد کهنسال بیش از یک سال است که عملاً خود را در خانه‌هایشان کردند، اما بخش بزرگی از جامعه دیگر به محدودیت‌های کرونایی خودخواسته تن نمی‌دهند. در برنامه امروز بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم با نورالدین پیرمحزن، پزشک فوق تخصص ریه، نماینده پیشین مجلس ایران، سعید مدنی، جامعه شناس در تهران، که سوال مشخص ما از ایشون خواهد بود که آیا یک مقاومت اجتماعی در برابر توصیه‌های دولت شکل گرفته؟ و البته یک مهمان دیگر هم داریم، آقای هادی کهالزاده، که هنوز به ما نپیوستند. اما اینجا در استودیو فرین آسمی با ماست، همکارم که طی سال گذشته گزارش‌های متعددی تهیه کرده، آخرین ها رو هم داره. فرین، چی میگذره الان در ایران؟ امروز اعلام شد که تعداد کسانی که در آمار رسمی وزارت بهداشت مبتلا شدن به بیماری کرونا از مرز 2 میلیون نفر گذشته و همونطور که می‌دونیم در پیک چهارم هستیم. دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته که رکورد میزان ابتلا، میزان بستری در این بیمارستان رکورد شکسته و وضعیت بسیار وخیم اعلام شده. یه نقشه‌ای ما داریم از 18 روز گذشته که شهرهای قرمز و نارنجی رو در اون مشخص کردیم که ببینیم که چه شهرهایی بیشترین تعداد ابتلا رو داشتن. تعداد شهرهای قرمز و نارنجی یه دفعه به شدت بالا رفت. در اول فروردین امسال فقط 12 شهرستان قرمز بودن و 39 شهرستان نارنجی شدن. در هفتم فروردین تعداد شهرستان‌های قرمز به 23 تا رسید، نارنجی‌ها به 44 تا. سفرهای نوروزی و دید و بازدیدها کم کم باعث شد که یه مقدار شمار مبتلایان بالا بره، تعطیلی هم نبود و خب به هر حال همه زندگی عادی رو داشتن. دهم فروردین، یعنی 3 روز مونده به 13 به در، تعداد شهرستان‌های قرمز به 25 تا رسید، اما 12 شهرستان دیگه به فهرست نارنجی اضافه شد. 13 رو تعطیل کردن، رفتن به پارک‌ها رو ممنوع کردن، ولی خب به نظر میاد که نتیجه‌ای نداشت و این هم وضعیت امروز ایران که می‌بینیم. تا دیروز نقشه همه تقریبا قرمز، 257 شهرستان در وضعیت بسیار پرخطرن، 129 شهرستان نارنجی هن و 51 شهرستان زرد و فقط 11 شهرستان در ایران آبی هستند که وضعیت خیلی جهش فوق‌العاده‌ای رو نشون میده از اون در واقع تصویری که اول فروردین داشتیم که به نظر بیشتر آبی بود و زرد و یهو به این وضعیت قرمز رسیدیم. دولت چی میگه؟ این وضعیتی که میگه خیلی سریع رسیدیم به اینجا، دقیقاً اینطوری بود که هفتم فروردین حسن روحانی گفت پیک کرونا تموم شده و خیلی راحت اومد اعلام کرد که دیگه از این به بعد در همه جا آسونه. ببینیم حرفاشو با هم دیگه ببرگرد. پیک این بیماری تمام شده. حالا علی‌رغم همه حرفا، جهش و همه مشکلات و اینا، این در مجموع در عالم یک پیکی داشته، این پیک دیگه آخرشه، با این گسترش واکسن آخرشه، این پیک میاد پایین. حالا ممکنه جهش های دیگه داشته باشیم، مشکلاتی دیگه داشته باشیم. به نظر من مقابله با این بیماری از اون روز اول، یعنی 14 ماه پیش تا حالا، مقابله سهل‌تر شده و آسان‌تر شده و انشالله این مقابله در کشور ما هم به خوبی انجام میگیره. حدود 10-12 روز پیش بود که آقای روحانی اینو گفت، ولی بعد دیدیم که چه اتفاقی افتاد، وارد پیک چهارم شدیم و الان وضعیت یه جوریه که حتی وزارت بهداشت هم داره میگه که کنترل از دستش خارج شده و نمیتونه که این مسئله رو دیگه کنترل بکنه و فعلا ناتوانی خودش رو اعلام کرده. سعید نمکی وزیر بهداشت هم صحبت کرده و از این ناتوانی گفته که با هم ببینیم. امروز مهار اجدهای کووید 19 چموش سرکش فعلا دست ما در رفته. حالا کی دوباره ما این مرگ سه رقمی رو بیاریم زیر سه رقمی؟ نمیدونم کی، نمیدونم کی.
به هر حال ما الان شرایطمون شرایط بسیار سنگین و دشواری است. وزارت بهداشت از طرفی میگه که ما نمیدونیم چیکار بکنیم، سفرهای نوروزی باعث شده که مردم رعایت نکنن، سفر رفتن همه دور همی داشتن. از طرف دیگه خب خیلی هم میگن که مردم خودشون نمیتونن که خونه بشینن، باید یک قانونی باشه، باید یک اهرم فشاری باشه یا جریمه‌ای باشه مثل کشورهای دیگه. جالبه اشاره میکنیم که این دفعه اول نیست که آقای مدنی میاد میگه از دست ما در رفته. ظاهرا اونجوری که آقای نمکی ببخشید، ظاهرا اون چیزی که ما میدونیم که اتفاق افتاده این هست که در ستاد ملی کرونا هم وزارت بهداشت خواسته که قرنطینه اعمال بشه به خصوص برای یک دو هفته، ولی باهاش موافقت نشده. فکر میکنی که چه پاسخی داره دولت آقای روحانی؟ اساسا دولت آقای روحانی در مورد اینکه چرا قرنطینه نمیکنه چی میگه؟ ببین یه چیزی که بگم که یه مصاحبه آقای ایرج حریچی داشت معاون وزارت بهداشت چند روز پیشا و مجری تلویزیون ایران ازش پرسید که چه کسی باعث میشه که تعطیل نشه و این تعطیلی ها صورت نگیره و گفت من به طور صریح نمیتونم به شما جواب بدم و این سوال شما رو جواب نمیدم. ولی با توجه به سابقه که میبینیم، من یادم که آقای روحانی در تابستون گذشته موقعی که خیلی انتقاد میشد که چرا تعطیل نمیکنه و وقتی که خب شیوع کرونا هم اون موقع زیاد بود و خیلی تعداد مبتلایان زیاد شده بود، آقای روحانی گفتش که اگر که کسب و کارها رو تعطیل بکنیم مردم گرسنه میشن و میرزن توی خیابون ها. یعنی به نظر میرسه که حکومت ایران یه ترسی داره از اینکه دوباره این اعتراض هایی که در سالهای گذشته بود، دی ماه 96، مرداد 97 یا آبان 98 که همه اینها از اعتراض های اقتصادی شروع شد، در اعتراض به گرون شدن بنزین یا بالا رفتن قیمت ارز و اینها، دوباره احساس میکنن که ممکنه اگر که تعطیل بکنن وضعیت اقتصادی مردم وخیم تر بشه و ممکنه که مردم بیان اعتراض بکنن تو خیابون ها و وضعیت. حالا ما راجع به این با کارشناسامون صحبت میکنیم، اما به ما آخرین وضعیت واکسیناسیون رو هم بگو، برای اینکه به نظر میاد که اصلا برنامه روشنی نداره ایران الان برای اینکه بهمون بگه که کی چه درصدی از مردم در چه مراحلی قرار هست که واکسینه بشن. دقیقاً همش حرفای زد و نقیض. ما چند وقت پیش دیدیم حدود 10 روز پیش معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت 80% کادر درمان واکسینه شدن. امروز سازمان نظام پزشکی اینو تکذیب کرد و گفت اصلا چنین چیزی نیست و این 80% کادر درمان خیلی تعداد زیادیه و اصلا چنین خبری نیست. وضعیت واکسن بسیار نامشخصه. سفیر ایران در روسیه آقای جلالی، کاظم جلالی، اخیراً اعلام کرده که 10 میلیون دوز قراره که از روسیه وارد بشه، در حال رایزنی هستن برای اینکه وارد بکنن. اول قرار بود 20 میلیون باشه ولی در وزارت بهداشت ظاهرا به 10 میلیون دوز کاهش پیدا کرده. بعد از اون صحبتایی که آقای خامنه‌ای کرد در مورد اینکه واکسن آمریکایی و بریتانیایی نباید وارد بشه، وضعیت واکسن ایران خب دیدیم که به چه صورتی شد و عقب افتاد. اشاره جالبی کردی که آقای جلالی گفته که 10 میلیون از روسیه قرار هست بخریم، برای اینکه آقای روحانی هم گفته ما قرار بود 10 میلیون دوز از یک کشوری بخریم، آمریکا نگذاشته. بنابراین به نظر میرسه که پشت پرده یک مسائلی هم در جریان هست که خب خیلی نمیان صاف و پوسکنده به مردم بگن که چه اتفاقی افتاد. واقعیتش اینه که ایران همیشه آمریکا رو متهم کرد، همیشه گفته تحریم ها تاثیر داشته، در حالی که از اونور آمریکا میگه که نه ما واکسن رو اجازه دادیم که به ایران داده بشه، کوواکس هست و به هر حال میتونه به ایران کمک کنه. ولی آقای روحانی همیشه گفته که این فوشا رو باید به آمریکا بدین، به خاطر اینکه تقصیر آمریکا بوده که پول ما رو نگه داشته و نذاشته که ما واکسن بخریم و وارد ایران بکنیم. ولی به نظر میرسه که یه مقداری هم تعلل دولت باعث شده که این مسئله پیش بیاد. اخیراً هم خیلی نگرانی وجود داره، اینها خیلی دارن تاکید میکنن روی واکسن ایرانی و اول گفتن تا بهار، بعد گفتن تابستون، حالا مهر، که این واکسن به دست مردم خواهد رسید. واکسن برکت. واکسن برکت. امروز هم دیدیم در شبکه‌های اجتماعی یه خانومی از آقای جهانپور، کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، خواسته بود که این رو ایمنیش رو تضمین بکنن، سازمان بهداشت جهانی بیاد اینو تضمین بکنه، ولی آقای جهانپور در پاسخ بهش گفته بود که شما نزن، اجباری نیست. و خب این خیلی واکنش زیادی داشت و در شبکه‌های اجتماعی خیلی اعتراض کردن. خیلی متشکرم. در مورد اینکه حالا ایران چه مشکلاتی برای خرید واکسن هم ممکن است داشته باشه در ادامه برنامه صحبت می‌کنیم، ولی اول من از آقای پیرمعظم بپرسم. آقای پیرمعظم، به نظر شما این تقصیر کی هست؟ وضعیتی که الان در فاز چهارم شاهدش هستیم، دولت تقصیر داره یا مردم؟ ببینین، در دنیای پاندمی و کنترل پاندمی یک اصولی هست، یک تصمیم ها بر اساس یک اتفاقا و یک فکت ها گرفته میشه. نیا کنین، ما 4 تا اون جدولی که براتون فرستادم، این رودمپ برای تقسیم بندی شهرها و چجوری شهرها رو میتونیم یا حتی استانها رو یا ایالتها رو
تغییر رنگ میده. اگر احساس کردی تعداد موارد جدید در 24 ساعت به شکل پلکانی داره زیاد میشه، میزان مرگ و میر داره بیشتر میشه، تعداد موارد مثبت داره بیشتر میشه، مراجعه به بیمارستان داره روز به روز بیشتر میشه، ICU ها بیماران بستری درگیری های ریوی بیشتر میشه، اینا در واقع فلش لایت، یه رد فلگ، یه در واقع یک الارم، یه ویک اپ کال که برای مدیران یه مملکت که داره پاندمی گسترش پیدا میکنه و باید یه کاری کرد جلوی این گسترش رو گرفت. چه کاری آقای دکتر؟ قرنطینه جواب میده؟ همین رو میخوام بگم. در دنیای پزشکی همه بیماری ها، همه اتفاقات درمان داره. ما در سال 1999 و 2001 در اون موقع که من نماینده بودم سازمان بهداشت جهانی، در واقع من اون نماینده پزشکان عضو مجلس دنیا بودم، اونجا یه IHR International Health Regulation تصویب شد. در شکم همین IHR یه مجموعی تصویب شد بهش میگن IPC Infection Prevention and Control. IPC درمانه و در واقع نسخه کنترل این پاندمیه و IPC اصولی داره. یادتون باشه یک سال پیش هم که من برنامه شما مهمان شما بودم اونجا هم گفتم راهش رفتن IPCه. IPC میگه که تمام موادی ورودی خروجی بایستی کنترل بشه، تمام اونایی که علائم دارن بایستی قرنطینه بشن، کسانی که در فضاهای بسته هستن فضای خطرناکی بایستی بسته بشه، هر گونه تجمع تردد جلوش گرفته بشه، چرا که این ویروس تماس سلاح کشنده این ویروسه. وقتی که در همون روزهای اول که ما به عملکرد مدیران بهداشتی درمانی ایران مخصوصا مدیران سیاسی نگاه کردیم، متوجه شدیم که اینا اولا که نمیخوان این بیماری رو قبول بکنن. یکی اومد گفت هفته دیگه تموم میشه، یکی گفت دو هفته دیگه تموم میشه، یکی گفت دعا کنین، یکی گفت فلان. بعد ما متوجه شدیم که نه، در ایران اراده‌ای برای کنترل این بیماری وجود نداره. چرا؟ چراش خانم قاضی‌زاده اینجاست که دولت ایران و حکومت ایران پالیسی هرد ایمونیتی یا ایمنی گله‌ای رو در دستور کار خودش قرار داد. حتی هنوز آقای دکتر، چون در آغاز خیلی از کشورها شاید اینطور فکر می‌کردن، هنوز هم همینه؟ بله، کشورهای اروپایی، حتی خود هلند، شما هم چند، حتی خود یه زمانی در من لندن بودم خود بوریس جانسون هم می‌خواست بله. که این کارو بکنه، اما متوجه شدن که پالیسی هرد ایمونیتی معنی و مفهومش اینه که انسان‌های بیگناه زیادی کشته خواهند شد، انسان‌های بیگناهی مریض خواهند شد، خانواده‌ها به هم خواهد ریخت، اما این به نفع دولته. چرا؟ چون کوچکترین هزینه‌ای برای دولت نداشت. صحیح. اگر بله مثل امریکا برای مردم مواد غذایی میدادن، چک میفرستادن، برای بیکاران پول میدادن، اون 40 میلیون نفر رو کاور میکردن، قرنطینه میکردن، از همون روز اول مایندست یا اون فکر مسئولین سیاسی، البته مسئولین بهداشتی که شما میبینین انسانهای بی اختیاری هستن که فقط ناله میکنن و یه بلیم گیمه، اون میگه من مقصر نیستم، اون میگه اون یکی مقصره. اما کلید معما اینه که در ایران همونجور که آقای دکتر ملک‌زاده معاون پژوهشی نمکی خودش در استعفانامه گفت که 40 میلیون نفر بیمارن، بیش از 250 هزار نفر قربانی این اتفاق شدن و کارنامه عملکرد حکومت ایران بله. سیاه بود و هست. و متاسفم که بگم اینو که درست همون روزهایی هم که کشورها رقابت میکردن برن واکسن بخرن، یعنی فایزر و مادرنا و اینا داشتن در واقع قراردادار اولی رو میبستن، به ناگهان از ایران صدا اومد که ورود واکسن های غربی ممنوعه. متشکرم آقای دکتر، اجازه بدید ما در مورد اونها بیشتر صحبت میکنیم در ادامه برنامه. من فقط میخوام اینجا آقای هادی کهالزاده هم به ما پیوستن. آقای کهالزاده خوش اومدید، چون تخصصتون هست اقتصاد. برای خیلی از کشورها قرنطینه، بستن مغازه ها، بستن رستوران ها تصمیم سختی بوده. تو همین کشور الان ما بیشتر از 4 ماه هست که با این شرایط روبرو هستیم. بسیاری از کسب و کارهای کوچک با مشکلات جدی روبرو شدن، با اینکه دولت همونطور که آقای پیرمعظم گفتن کمک میکنه به اینها. آیا تصمیمی که دولت ایران گرفته برای اینکه قرنطینه نکنه به نفع اقتصادش هست؟ آیا میشه گفت دست کم اون طرف رو دارن، حواسشون به اقتصاد هست؟ من فکر میکنم الان که تقریبا یک سال و چند ماهی از این داستان کرونا گذشته و تجربه‌های مختلف کشورها هست، امکان مقایسه بهتری به ما میده که چجوری بعضی کشورها موفق‌تر بودن. سه تا اصل داشته، یعنی سه تا پاسخ داده میشده معمولا: پاسخ مالی،
سیاسی و پاسخ درمان، یعنی بخش مالیش معمولا سوشال پروتکشن ها بوده، حمایت های اجتماعی بوده و مشوق های مالی بوده که داده می شده. بخش به عبارتی بهداشتش همون بحثه که آقای دکتر پیرمحضر فرمودن پیشگیری و دنبال کردن، تست کردن و درمان بوده، و بخش سیاسی هم هماهنگی بین این بوده. شاید ما تو هر ستای اینا ضعفای جدی میشد براش در نظر گرفت و به عبارتی هم تحت تحریمیم، یعنی مشکلات مالی داریم دسترسیامون برای، و هم مایندستمون و نگاهمون به مسئله کرونا. اینکه ببینید مثلا در بخش اقتصادی بخوام متمرکز بشم، یک نظام سه تا کشور، هر کشوری که موفق بوده سه تا ویژگی داشته: یک نظام حمایتگری اجتماعی مؤثر و فراگیر داشته، دو نظام سلامت اساسا. ایران داره ولی خب پر از ایراده، الان خدمتتون میگم، نظام سلامت فراگیری مؤثر داشته، و سه پاسخ سیاسی، یعنی که نظام حکمرانی کارآمدی داشته که میتونست اینا رو با هم هماهنگ کنه، کوردینیت کنه. ما مثلا در بخش حمایت های مالی معمولا تو کشورها چیکار میکردن؟ به طرف عرضه اقتصاد که بنگاه هستن پول میدادن که اینا بتونن حفظ بشن، به طرف تقاضای اقتصاد که مردم هستن پول میدادن که اینا برن خرید بکنن و طرف عرضه رو تقویت بکنن، به کسایی که فقیر بودن یک پول اضافه تری میدادن هدفمند زمانبند، که اونا به دلیلی که معمولا فقرا 2.5 تا 3 برابر بیشتر در آسیب پذیرن، به دلایل مختلف یا توان خرید ندارن یا شغلاشون مشاغل خطرناکی هست، به اینها یک خدماتی داده میشده و یک نظام سیاسی بوده که این رو کوردینیت میکرده، هماهنگ میکرده. ما متاسفانه این که فقر زدایی یا ایجاد تور امنیت اجتماعی یک وسیله کنترل و مدیریت کرونا است رو قبول نداشتیم، به علاوه این که واقعا مشکلات مالی دولت در سال گذشته نزدیک 50% بودجه کسری داشته، امسال هم همینطور بوده. بحث اینه که یک مجموعه هستیم، حالا به قول آقای علی دینی اسمشو میذاره تو در توی یه نهادی، یک کج کار کردیه در ساختار ادمنستریشن و دولت ما داریم که عملا توان تصمیم گیری نداره، و به عبارتی تجربه جدیدی هم بوده. همه اینها رو میتونیم در کنار این بذاریم که به حال اعتماد و اعتبارم به دولت خودش ایجاد نکرده و نداشتم، بنابراین مسئله رو به این شکل هات کرده. فراموش هم نکنیم انگلستان، کانادا الان مشکل دارن، بسیار از کشورهای دیگه مشکل دارن، ولی چون اونا این ضعفشون کمتره، فقط عامل خارجی که اونا رو تهدید میکنه نه مشکلات داخلی. ما عامل خارجی در کنار عامل داخلی هر دو باعث بحران کنی شده. من فکر میکنم که کامل جوابمو نگرفتم، اما قبلش میخوام آقای دکتر مدنی رو وارد این بحث بکنم، بعد برمیگردم به این سوال که آیا واقعا تصمیمی که دولت ایران در مورد اقتصاد و بازگذاشتن کسب و کارها گرفت تصمیم درستی بوده یا نه. آقای دکتر مدنی خیلی خوش اومدید به این برنامه. بحثی که ما الان داریم در مورد کرونا، بخشش این هستش که مردم رو سرزنش میکنن که شما رعایت نکردید، باید یه کارهایی رو انجام میدادید، حالا دولت قوانین قرنطینه نذاشته ولی شما هم مثلا سفر رفتید، شما هم تقصیر دارید. آیا میشه واقعا این تقصیر رو گردن مردم انداخت؟ تا چه حدش رو میشه تقصیر مردم انداخت؟ با عرض سلام خدمت شما و مهمانان عزیزتون، نکته ای که وجود داره، بله این روزها تقریبا اساس سیاست‌های رسانه‌ای دولت و نظام مبتنی بر اینه که مردم رو متهم کنه که قواعد یا قوانین یا مقرراتی که در نظر گرفته شده بود رو رعایت نکردن و به همین دلیل این وضعیت به وجود اومده. واقعیت اینه که این چندان مطابق واقع نیست. مطابق واقع نیست به این دلیل که اولا ببینید در فروردین 1399، یعنی یکی دو ماه از دیگه یواش یواش اهمیت کرونا و ورودش در ایران و شیوعش مطرح شده بود، یه نظرسنجی شده در سطح کشور، 75% به میزان زیاد و خیلی زیاد، 75% پاسخ دهندگان 18 سال به بالا گفتند که خیلی نگرانند از اومدن کرونا و تبعات و آثارش. فقط در واقع حدود 19.6% هم نزدیک 20% هم گفتن که نه مثلا اهمیتی نداره و خیلی کمه. بنابراین میبینیم اون موقع، یعنی در آغاز راه، نگرانی خیلی زیاد بوده و حساسیت عمومی هم برانگیخته شده و طبیعتا رفتارها متناسب با این
به اصطلاح تغییر میکرده، تا حدی رعایت میشده. اما یه اتفاقی از اون زمان تا امروز افتاده که این حساسیت، این احساس نگرانی و خطر رو کاهش داده، که من اسمشو میذارم درماندگی آموخته شده. درماندگی آموخته شده در واقع به کسانی گفته میشه که دچار درماندگی آموخته شدن که بعد از مدتی مقاومت و به اصطلاح حساسیت نسبت به فشارهایی که بهشون اومده دیگه انگیزه برای ادامه نداشتن، خسته شدن. ولی آیا تو این همه جا هست مگه نه؟ همینجا تو این کشور من بهتون میگم که واقعا من در خودم و اطرافیانم میبینم که 4 ماه بستن همه مغازه ها، همه رستوران ها برای هیچ کس خوشایند نبوده، ولی دولت این رو به زور به مردم گفته که باید اجرا کنید. در 3 روز مونده به کریسمس، شما میدونید کریسمس برای مردم این کشور چقدر اهمیت داره، کریسمس رو ممنوع کردن با بسیاری از در واقع مشکلاتی که برای خود دولت از طرف طرفداران خود دولت حتی اجرا شد، ولی به هر حال قانونی بود که باید میذاشتن برای اینکه کنترل بکنن. الان میگن خب آمار به پایین اومده، کنترل کردیم، واکسیناسیون کردیم. چرا در دولت ایران چنین اتفاقی نیفتاد؟ بله اتفاقا من خواستم به همین نکته اشاره بکنم که ببینیم اون چه که ما میگیم درماندگی آموخته شده خستگی صرف نیست، بلکه خستگیه که ما به ازای بیرونی هم نداره. یعنی میبینن که مثلا دارند به نوعی رعایت میکنند ولی نتیجه متفاوته، ضمن اینکه پیامهای کاملا متعارضی بهشون میرسه. یعنی ذهنیت اجتماعی که عمل اجتماعی بر مبنای اون شکل میگیره تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط و تعاملات اجتماعی، مردم مستقل، ذهنیت مستقلی پیدا نمی‌کنند موقعی که در فضای اجتماعی دارند فعالیت کنند، شریک میشن افراد در فهم از وضعیت. و اون اتفاقی که توی کشور ما افتاده اینکه این ذهنیت رو تا حدود زیادی حاصل عملکرد نظام حکمرانی قرار گرفته، با دادن پیام‌های غلط، پیام‌های متعارض و رفتارهای کاملا متعارض که اتفاقا توی اون گزارش اولیه شما بهش اشاره شد، این در واقع ذهنیت مشترک شکل گرفته که ظاهرا باید تسلیم بشن به وضعیت که براشون پیش اومده. برای اینکه این رو دقیق‌تر متوجه بشیم اجازه بدید یه اشاره مختصر بکنم به اتفاقی که در این نزدیک 14 ماه رخ داده. اولا جامعه ایران با یک انبوهی از بحران وارد دوران کرونا شده. آبان 98 بوده، سقوط هواپیمای اوکراینی بوده، تورم ساختاری قبل از اینکه کرونا بیاد کمر گروهای کم برخوردار رو شکسته، رکود اقتصادی بوده، بحران بیکاری بوده، شیوع بالای آسیبای اجتماعی بوده، فقر و نابرابری بوده، همه اینها بوده و ناگهان کرونا اومده. دولت در قبال این به اصطلاح وضعیت جدید سیاستایی رو در نظر گرفته که این سیاست کاملا با هم در تعارض بوده و میشه گفت که همدیگر رو نقض میکرده. ابتدا همونطور که آقای دکتر پیر مؤذن هم اشاره کردن، در چرخه اول این سیاست گذاری ها ایمنی جمعی یا همون ایمنی گلده‌ای رو مورد نظر قرار داده. دولت دنبال راحل های آسون بوده و خوشبین بوده نسبت به وضعیتی که به وجود میاد، دنبال تعطیل کردن سراسر نبوده، دنبال قرنطینه نبوده و میخواسته کم هزینه خلاصه بحران رو پشت سر بگذاره. بعد از این که این سیاست نتیجه نداد تقریبا و یک هفته اول هم خب در واقع پنهان شد حضور بیماری، ناگهان متوجه شد با سیل عظیم بیماران که رای مراکز درمانی شد، در نتیجه سیاست دوم رو اعمال کرد که قرنطینه ناقص بود. یعنی در واقع چرخه دوم سیاست دولت قرنطینه ناقص بود که نه تنها مزایای قرنطینه نداشت بلکه عیوبی هم داشت. گفت خودتون خودخواسته خانه نشین بشید تا حدودی، حتی در دسترس گذاشتن مواد بهداشتی هم چندان موفق نبود و البته کمک تعطیلات عید 99 هم به کمکش اومد، اما باز در واقع نتونست که مشکل رو حل بکنه. علت چه می بود که در همین مقطع تازه متوجه شد که یه تعارضی بین سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های مربوط به کنترل بیماری وجود داره. در نتیجه من خیلی مختصر اشاره کنم، دو چرخه دیگه رو هم باز اعمال کرد که این وضعیت آشفته رو در ذهنیت مردم ایجاد کرد. یکی فاصله گذاری
اجتماعی هوشمند بود که طبیعتاً اون خوشبینی قبلی رو نقض می‌کرد و البته فاقد کمترین نوآوری بود و یه نوع رهاسازی بود، فقط با تأکید بر این فاصله گذاری اجتماعی بدون توجه به تبعاتش برای گروه‌های نابرخوردار که حالا بعداً می‌تونیم بهش اشاره کنیم. و چرخه چهارم هم واکسیناسیون ناقص بود یا ناموفق که این هم وضعیت رو به مراتب ناامید کننده تر کرد برای جمعیت عمومی. در نتیجه اون احساس درماندگی آموخته شده بیش از پیش عمیق شد و به رغم تذکرهایی که داده میشه، هشدارهایی که داده میشه، انگار که جامعه فکر میکنه که دولت برای رفع مسئولیت خودش داره چنین هشدارهایی میده، در حالی که خودش مسئولیت خودش رو عمل نمیکنه. متوجهم. خیلی به درستی اشاره کردید که مراحل مختلفی رو طی کرده. این تقریبا در همه کشورهای دیگه هم بوده آقای دکتر پیرمؤذن، که در آغاز یک سری تصمیماتی گرفتن که مورد انتقادهای گسترده قرار گرفت، ولی بعدتر به نظر میومد که کشورهای مختلف خودشونو پیدا کردن. مثلا یک کشوری مثل سوئد از آغاز تصمیم گرفت که ما قرنطینه نمیکنیم، با توجه به شرایط اون کشور شاید براشون جواب میداد. کشورهای دیگه مثل بریتانیا، مثل اسپانیا، مثل ایتالیا قرنطینه‌های جدی و شدید برقرار کردن. اساساً آیا میشه یک الگوی مشخص برای همه کشورها تعریف کرد الان در این مرحله که قرار داریم بعد از یک سال و نیم، از حالا نزدیک یک سال و نیم از شروع این همه گیری؟ اجازه میخوام منم عرض سلام بکنم خدمت دو میهمان عزیزتون و دوستان من، دکتر مدنی و دکتر کهالزاده. نگاه کنین، واقعیتش اینه که این ویروس، این کرونا ویروس و این سارس شماره دو یک ویروسی بود که دنیای پزشکی رو تکون داد. اصلا رئیس جمهور امریکا قربانی کووید 19 شد. علتش این بود که لایف سایکل و سیکل زندگی این ویروس برای ما هر روز که میگذشت، هر روز که ما یک داده های جدیدتر پیدا میکردیم، احساس میکردیم که این ویروس یک اتفاق جدیدی است. حالا دستکاری شده، رهاورد چینی هاست، دستپخت چینی هاست، هرچه هست اگه یک روزی حقایق روشن بشه معلوم خواهد شد. به خاطر همین بود که کشورها مونده بودن. مثلا به عنوان مثال ویروس ها جهش پیدا میکنن، مخصوصا ویروس هایی که mRNA هستن، اینا به خاطر کپی برداری میکنن تولید مثلشون، سریعتر اینا در واقع میوتیشن یا جهش پیدا میکنن. ویروس ها معمولا جهش پیدا میکنن یه زمانی به نفع مردم جهش پیدا میکنن، یعنی ویروس هوا که گرم میشه دیگه، مثل ویروس سرماخوردگی، ویروس آنفولانزا، هوا گرم میشه این ویروس دیگه معمولا در واقع ویرولانسش کم میشه یا برعکس. ولی این ویروس به ناگهان دیدیم هوا که گرم شد ویروس سمیتر شد، ویرولانسش بیشتر شد، آمریکای جنوبی رو گرفت، در ایران خوزستان رو گرفت. و به خاطر همین بود که در کنار این تصمیم گیری های حالا سیاسی بهداشتیم، سیکل زندگی این ویروس هم باید مطالعه می شد تا بر اساس اون چه که داره اتفاق می افته برنامه ریزی کرد. و خوشبختانه هر روز در سازمان بهداشت جهانی، در واقع 5 روز در هفته جلسات بود و هر روز آپدیت می شد که چه اتفاق، همه کشورها تصمیمات غلطی گرفتن، همه مدیران بهداشتی درمانی حرفای غلط زدن. یک روز در همین خود امریکا دکتر فاوچی گفت ماسک زدن فقط برای کسی ماسک بزنه که بیمار یا اینکه از یه بیمار تیکر میده. بنابراین با گذشت زمان دانش ما و اطلاعات ما به داده های این ویروس، به قول آقای دکتر کهالزاده، دیگه روشن شد. الان به راحتی میشد که میشه که کشورها رو مقایسه، حتی در خود همین امریکا. الان در کالیفرنیا نصف مردم 52% واکسینه شدن، در ایلینوی و نمیدونم در میشیگان و اینا دوباره این ویروس چی شده، شعله ور شده. چرا؟ به خاطر همین واریانت هایی که پیدا شدن، به خاطر این سوش های جدیدی که من دیشب آخرین داده های در واقع جهش این ویروس رو که نگاه میکردم باور نکردنی است. بیش از 1,000,000 بار این ویروس جهش پیدا کرده در نقاط دنیا. چند نوعش بیماری زایش بیشتر شده، گسترشش بیشتر شده، سریعتر شده. الان همین چیزی که در همین موج خیزش چهارم اتفاق افتاده، در همه جای تقریبا دنیا این اتفاق افتاد، جز اون کشورهایی که میزان واکسینیشنشون، کاوریجشون بالای 50% درصده. یکی این که واقعا سوشای جدیدی که پیدا میشه، فرناز خانم،
الان همین نوعی که مال بریتانیایی یعنی هدیه لندنی هاست این ویروس حالا اینم باید روش توضیح بدیم که هدیه لندنی هاست یا نه این ویروس حالا در حال چاپ شده ثبت شده به اسم UKB117 این ویروس اون اسپایک پروتئین چنان قدرت پیدا کرده که وقتی میچسبه به سلول‌های مجاری تنفسی و ریه ول نمی‌کنه و به خاطر همین هم از میزان کشندگیش بیشتر شده میزان سرعتش هم بخشش هم بیشتر شده به خاطر همین است که نمیشه بعضی از مدیران رو ما مقصر قرارداد بکنیم چون داده‌هامون کامله اما امروز یعنی امروز داریم صحبت می‌کنیم با دونستن اینه که دیگه این ویروس با سوپ نمیدونم خفاش پخش نشده یه چیزای دیگه مطرح بوده امروز اگه ما نمیتونیم بیمار رو کنترل بکنیم اینجاست که دیگه عزم و اراده ملی برای کنترل بیماری وجود نداره و ایران جز شما دیدین که بلومبرگ نوشته که ایران جز کشورهایی است که واکسینیشن 70 تا 80 درصد جمعیت با این روند که شروع کردن بیش از 10 سال طول خواهد کشید آیا دکتر پیمازن؟ فقط یه جمله میگم که این کسانی که واکسن میزنن و حتی کسانی که بیمار میشوند دیگه برای همه عمر اینا در واقع ایمن نمیشن ایمنی 5 ماه تا 8 ماه بنابراین این واکسینیشن که امسال زده میشه سال بعد هم تکرار خواهد شد آیا دکتر من فقط چون گفتید این رو من میخوام این رو بپرسم از شما چون خیلی ها تو ایران به خصوص در صدا و سیما دائم روی این واکسن به اسم واکسن انگلیسی مانور میکنن ولی خب اینجا گفته میشه ویروس ببخشید ویروس انگلیسی من همه این کلمات با هم قاطی میکنم الان دیگه ویروس انگلیسی بهش میگن در حالی که اینجا مثلا ما میشنویم که این ویروس لزوما در انگلستان به وجود نیامده اینجا کشف شده چطور هست آیا میشه این رو فهمید اگه کوتاه بگید ممنون میشم ببینین بله ویروس ها جهشای پیدا میکنن و تغییراتی در ساختار اون در واقع اون ژنومش پیدا میشه و این اسمی و مثلا فرض کن همینی که هفته گذشته در اینجا یه دوال موتانت پیدا شد که همزمان دو نوع موتیشن بود و در صورت که اصلا مسافری که از هوایی اومده بود به سان فرانسیسکو به ربطی به کشورهای دیگه نداشت نه به آفریقای جنوبی نه به بریتانیا اون چیزی که ما برای ما در واقع اهمیت داره اینه که این میوتیشن و این جهش و این تغییر به چه اسمی در واقع ثبت میشه الان یه دونه یه وبسایتیه هر لحظه داره موتیشن ها رو در نقاط مختلف دنیا میگیره و ثبت میکنه این B117 به اسم بریتانیا و UK ثبت شده ممکنه که قبل از بریتانیا در جاهای دیگه هم وجود داشته باشه ما مثلا در همون اوائل کووید 19 مثلا خود همین ویروس رو فرناز خانم سارس بود همین ویروس این سارس رو اینا دستکاری کردن این سارس شماره 2 بود ولی چینی ها به فشار آوردن به سازمان بهداشت جهانی چون چینی ها پزشکانی حتی چینی از کلمه سارس میترسیدن این کووید 19 رو که آوردن اسم گذاری کردن نام گذاری کردن برای سارس شماره 2 به خاطر اینکه این در واقع نامگذاری در سازمان بهداشت جهانی اتفاق میفته که بله ممکنه که این ویروسی که امروز به اسم ویروس ساوت آفریقا در واقع ثبت شده چه بسا در جاهای دیگه هم دیده شده ولی آنچه که برای ما اهمیت داره نامگذاری به روزی است که در مجامع علمی اسم گذاری میشه خیلی متشکرم آیه دکتر کمالزاده این بحثی که ما الان میشنویم در مورد واکسن و اینکه واکسن رو ایران سر وقت اقدام نکرده از اون ور میشنویم که به شدت مشکل داشته حتی برای خرید از کوواکس نمیتونسته به راحتی پول رو واریز بکنه از اون طرف میشنویم که آقای جلالی سفیر ایران در مسکو گفته بوده که 10 میلیون دوز قرار هست که اسپوتنیک وی از روسیه بخرن بعد از آقای روحانی میشنویم که داشتن با یک کشوری که نمیگه اسمش رو برای خرید 10 میلیون واکسن چونه میزدن آمریکا نذاشته بخرن چقدر واقعا قضیه تحریم ها روی عملکرد ایران برای تهیه واکسن تاثیر داشته میتونیم این رو بگیم آره ببینید اگه از منظر داخلی نگاه بکنیم ما نمیتونیم از آقای روحانی بپذیریم که بگه مسئله تحریم ها چرا به خاطر اینکه شما میدونی که چنین مشکلی وجود داره و بعد یه فکری دیگه ای بکنی یعنی یک چاره بیاندیشی بعد تحلیل ریسک بکنی و بگی تحریم ها هست ولی از بیرون که شما نگاه میکنید
تحریم های مسئله بسیار بسیار جدیه و برخلاف ادعایی که میگن تحریم اثر نداره، حتی اسمش برای مؤسسه مالی و اینکه کسی نشسته شما رو دنبال میکنه و فردا ممکنه بیان کل مؤسسه مالی شما رو از شما بگیرن، اصلا فکر این که تجارت بخواید بکنید با ایران اصلا قابل تصور نیست. به علاوه اینکه خب خودمون هم در داخل به یک انزوایی رو خودمون هم تحمیل میکنیم به نظام بانکی با بحث FATF و اینها، تحریم ها بسیار بسیار مدشد در پرداختمون به کوکس، در پرداختمون حتی به خریدایی که بخوایم بکنیم اون شرکتی که اون مواد رو یا اون تجهیزات رو یا حتی سهم داره اون شرکت. بانک مرکزی ایران همچنان تحریم بعد هر نوع مبادله با بانک مرکزی ایران، و اینم واقعا خنده داره که بانک مرکزی ایران به عنوان یک سازمان تامین کننده تروریستی امکان اجازه خرید مبادله باش نیست. اما این یک واقعیتیه، ولی آقای روحانی نمیتونه این رو بگه که تحریم ها برید فوشش رو بدید. آقای روحانی و مسئولین کشور میدونن که ما با چنین مسئله مواجه هستیم. ممکنه که عراق یا دیگران این مشکل نداشته باشن و برن این کار انجام بدن و برای که دولت بتونه واکسن تامین بکنه یا مدیریت بکنه ده ها برابر اونا تلاش بکنه، ولی مسئله این هستش که این پذیرفتنی نیست. وقتی شما میدونید بعد پلن B و C داشته باشید برای تامین واکسن، یا اگر نمیتونید بیاید و مدیریتی. من خدمتتون عرض کردم الان بعد از حدود یک سال و نیم مشخص شده که این حکمرانی مهمترین اصلش، یعنی مهمترین ظرفیت سیاسی و وجه سیاسی مدیریت کرونا، هماهنگی است که انجام میده بین دو بخش حمایت‌های اجتماعی و نظارت‌ها و حمایت‌های به عبارتی نظام سلامت فراگیر و نظام حمایت اجتماعی فراگیر. ما اینو تو ایران نداشتیم و شما می‌بینید که علی‌رغم که نظام سلامت ما، پزشکان ما، نظام سلامت پایه خوبی داریم، جمعیت جوانی داریم که خودش مزیت بوده، مردم فهیم و تحصیل کرده ایران داره که شما مثلا در امریکا هم ممکنه 30% جامعه این رو توهم توطئه بدونه، ولی فراموش نکنیم که به دلیل اینکه این کار نمیکنه، این بدنی که دولت ادمنستریشن به نوعی فلج، شما از یک جا میبینید که سمپاشی گسترده در خیابون هاست، از یک جای دیگه میبینید که یکی میاد در قابلمه رو میاره به عنوان ویروسیاب، کسی که اصلا وظیفه دخالت در این نداره، کسی میبینید که وزیر بهداشت و مسئولین بهداشت نمیتونه بگه که چه کسی مانع قرنطینه شده، یعنی اجازه نداده که قرنطینه بشه، پزشکی رو میبینید که یک هفته میاد میگه قرنطینه خیلی چیز خوبیه، بعد هفته بعد میگه کی گفته یک چیز قرون وسطاییه. یعنی همونطور که آقای دکتر مدنی فرمودن، این پیام‌های متضاد متفاوت و این ناتوانی دولت در تصمیم گیری، و اینم البته فراموش نکنیم که یک جای کوچیکی هم میتونیم این انتقاد رو به رسانه‌های فارسی خارج کشور بکنیم که موقعی که مستند می‌سازن در مورد انتشار ویروس توسط ایران توسط هواپیمای ماهان و یا نقدایی که میشه، فشاری که رو نظام پزشکی هست، رو نظام درمانی هست و مردم رو بی‌اعتماد، حالا ممکن 2% 1%، به نظرم اون ده هم باید یک جایی ببینیمش تو این تحلیل. همه دست به دست هم دیگه میده، یعنی به نظر شما یک مقاومتی اینجور حرف ها ایجاد کرده برای پذیرش به نظرم اعتبار. ببینید وقتی سریال میسازیم، من پزشکان خیلی نقد دارم، ولی وقتی ما سریال میسازیم علیه پزشکان، وقتی که سعی میکنیم بی اعتبار بکنیم اونها رو، وقتی که یک روحانی به خودش اجازه میده بره داخل بیمارستان و برای پزشک خط مشی تعیین کنه و بگه من دارویم کاظم جواب میده تو حق نذری، وقتی که با چنین نظام پزشکی ما خودمونم مشارکت میکنیم در بی‌اعتبار کردنش در جامعه‌ای که بسیار بهترین و شایسته‌ترین به عبارتی اسکالرها محققا آدمای باهوش ما پزشک میشن، وقتی ما خودمون اونا رو به قولی دست کم میگیریم، البته خب مشکلات داخلیشون هم هست، اینا پیامد بی‌اعتمادی ما هم هست، یعنی علی شاید بگیم 1%، ولی به نظرم همه اینا رو باید با هم دیگه در کنار هم دیگه ببینیم. آقای دکتر مدنی، نظرتون راجع به این حرف آقای کهالزاده چی؟ آیا واقعا فکر میکنید که چقدر نقش داشتن مثلا رسانه ها، حالا از هر طرفی داخلی خارجی، در این وضعیتی که الان پیش اومده؟ چقدر اینجور در واقع حرف های اشتباه، فیک نیوز ها، اینها باعث شده که وضعیتی که الان شاهدش هستیم رو ببینیم؟ ببینید، این نکته ای که آقای دکتر کهالزاده فرمودن تا حدودی زیادی مربوط به همون بحث اعتمادی که اشاره کردن. ما به چه کسی اعتماد میکنیم؟ به کسی که قابل پیشبینی باشه. مشکل اصلی و اساسی در واقع این غیر قابل پیشبینی بودن نظام سیاسی و
دولت هستش. ببینید در طول این به اصطلاح 14 ماه که من گفتم که این چرخه سیاستی وجود داشته، چهار سیاست متفاوت هم دنبال می‌شده. اول که اساساً سیاست پنهانسازی، کوچکسازی اصلا چیز مهمی نیست رخ داده. بین تقریباً بهمن 98 تا اردیبهشت 99 کمابیش این سیاست بوده. بعدن ادعای کنترل اوضاع گفتن که همه چیز قابل کنترله. این که ادعای تکرار شونده است. همین چند روز پیش هم باز گفتند این رو. یعنی آقای روحانی دائم این رو میگه. و اساساً همین امروز امام جمعه مشهد گفته که خب ایران بهترین مدیریت کرونا داشته در سطح کشور. حالا چه در سطح کلان و ادعاهای متناقض در اون سطح و چه در سطح خرد، یعنی در واقع عناصر و کارگزاران نظام. بعد اومدن و فاز بعدی، یعنی توی موج بعدی اومدن گفتن که اساساً ما نتایج و دستاوردهای ارزنده‌ای داشتیم، تونستیم صادرات تجهیز کنیم و ادعای خیلی عجیب غریبی که واقعا اگر مستند بشه این ادعاها نشوندنده این تناقض است. و نهایتاً امروز که این ادعای متناقض و رفتارهای غلط، سیاستهای نادرست نتونسته وضعیت رو بهبود بده، میگن باید با مشکل کنار بیام. یه مشکلی که همه جهان داره و باید با اون یه جوری کنار بیام. من میخوام بگم که بله، من میخوام یه سوالی بپرسم. بحث میفهمم که این موقعیتی که الان ما درش هستیم برای نسل ما یک موقعیت یگانه است، ولی به هر حال وضعیت پاندمی، وضعیت این که چنین اپیدمی‌های فراگیری در تاریخ ایران تکرار شونده بوده. تا همین 100 سال پیش ما بارها وبا میومده، تا اون میومده، بقیه بیماری‌هایی که به هر حال عده زیادی از جمعیت کشور رو هم از بین می‌برده. آیا رفتار جامعه ایران نسبت به 100 سال پیش در این زمینه تغییری کرده؟ آیا میشه گفت که جامعه ایران الان از الگوهای متفاوتی استفاده می‌کنه، یا هنوزم فکر می‌کنید همون الگوهاست که حاکم هست بر جامعه؟ به طور قطع برخی عواملی که موجب تشدید بیماری، تشدید اپیدمی میشه، نقشش کاهش پیدا کرده. مثلا سنت و در واقع به نهادهای سنتی که دعوت میکردن به طب سنتی، یا خرافات یا بیتوجهی به موضوع، طبیعتاً قدرتشون، میزان نفوذشون کاهش پیدا کرده. ولی متاسفانه در مقابلش رفتارهایی که از طرف نهادهای مسئول مثل وزارت بهداشت، مثل ستاد کرونا و مثل خود بسلا کل حاکمیت اعمال می شده، به دلیل نفوذ اون تفکر سنتی تا حدود زیادی باز وضعیت رو تشدید می کرده. یعنی انگار که ما در یک چرخه دائم داریم در واقع وضعیت رو تکرار می کنیم. مثلا اساساً این روی کرده غلط و غیر علمی به کرونا از همون ابتدا خودش رو نشون داده. گفته شده که این اصلا ساخته و پرداخته دشمنانه برای اینکه برای مقابله با ایران و چین. بله، یا مثلا گفته شده که اساسا بزرگ نمایی شده و مشکل اینقدر هم چیز نیست، یه بیماریه که میاد و میره و نباید جدیش گرفت. یا حتی اومدن روش‌های درمانی رو پیشنهاد کردن، اشاره کردن، بشقاب درست کردن، گفتن که به این طریق میتونیم شناسایی بکنیم. یا و جنبه‌های دیگه، یعنی فراوان مصادیق. واقعا از یک تاریخ در طول این 14 ماه میشه مصداق آورد که تفکر سنتی ارتجاعی به شکل و غیر علمی به شکل‌های مختلفی تلاش کرده که به در واقع اون موقعیت خودش رو تثبیت کنه و قدرت و تقویت کنه، و همین موجب شده که وضع به مراتب بدتر بشه. علاوه بر این توی به اصطلاح برخی به اصطلاح سیاست‌گذاری ها هم همونطور که گفتم وضعیت رو به مراتب تشدید کرده که مثل پنهانکاری همونطور که گفتم. این پنهانکاری که اشاره کردی برای من خیلی جالبه، برای اینکه فکر میکنم تیر ماه سال گذشته بود که بی بی سی به یک اسنادی دست پیدا کرد که به طور روشن مشخص بود که جمهوری اسلامی
آماری که تا اون لحظه در مورد مرگ و میر کرونا و ابتلا به کرونا اعلام کرده، یک سوم اون آماری هست که خودش در دست داشته، یعنی نه اینکه این آمار رو نداشته یا آماری بوده که در دسترس نبوده و نگفتن. آقای دکتر پیرمحزن، فکر میکنید چقدر این پنهانکاری در وضعیتی که الان شاهدش هستیم تأثیر داشته؟ ما در برهه‌هایی بوده که از خود مقامات جمهوری اسلامی شنیدیم که گفتن که این آماری که داریم اعلام میکنیم تا 3 برابر هست واقعیش، ولی هیچ وقت نگفتن چقدر دقیقاً کشته شدن در ایران به خاطر کرونا. از نگاه اون گروهی که از سازمان بهداشت جهانی اومدن ایران، چند روزی بودن، یه گزارشی تهیه کردن و این گزارش محرمانه دادن به سازمان بهداشت جهانی و یه آمار و ارقامی رو که معاونت پژوهشی وزارتخونه داد بیرون که نتیجهش این شد که وزیر معاون پژوهش رو گذاشتن بیرون. 5 تا اتفاق در ایران افتاده بود. من البته این چیزایی که دارم میگم اینا اویدنسه، یعنی خدا نکرده نمیخوام یه چیزایی که خارج از واقعیت بگم. تلاشم اینه که اون صحنه رو همون جور که هست رو بیان کنم که تا برای آینده بدونیم چیکار باید بکنیم. ببین، ایران کشوری بود که جز 3 کشوری بود که ویروس از چین در دنیا پخش شد. 3 کشور: کره جنوبی، ایران، ایتالیا. ایران اولین کشوری است که اولین گزارش کرونا ویروس را به عنوان دو فوتی اعلام کرده. معنی و مفهومش اینه که چقدر مریض میس شده یا مخفی کاری شده که تا مریضا مردن و آخر سر اینو مجبور شدن گزارش بدن. در 2 هفته کل کشور قرمز شد، یعنی جزء کشوری هستیم، شاید منحصر به فردیم، که در 2 هفته پخش شد در سراسر کشور. 50 روز انکار شده، هم رئیس دانشگاه اصفهان، هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و هم چندین رئیس بیمارستان و رئیس دانشگاه رو بهشون اخطار دادن که مصاحبه نمی کنی، حرف نمی زنی و حرفتو پس می گیری. یادتون هست که اون خواهرمون رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اومد گفت که نه، اینا چیزن، چینی ها دوستان ما هستن، میهمانان ما هستن، ازشون استقبال بکنین. بعد این آمارشون، ارقامشون درست نبود به خاطر اینکه ما ظرفیت تست نداشتیم در ایران، اصلا تستی وجود نداشت، فقط 2 تا مرکز در کل کشور بود. بنابراین ارقام بیماران و تعداد در واقع مرده ها واقعی نبودن. و جالبش اینه که این مطالبی که اعلام کردن و واقعی نبود، اینجا بود که کسی که مسئول سلامتی جان انسان هاست وزیر بهداشته، اینجاست که وزیر بهداشتی باید بیاد و یا باید حل کنه مشکل رو، یا به مردم حقایق رو بگه، یا استعفا بده. آقای دکتر نمکی، من تصادفاً دیشب همه وزرای بهداشت درمان، خب بعد از انقلاب که در مدیریت بهداشت درمان کشور بودم تا اندازه که همه رو از نزدیک میشناسم، همین نمکی هم 5 سال ما با هم به عنوان معاون بهداشتی وزیر بود کار کردم و حتی وزرای بهداشت قبل از انقلاب رو من مقایسه کردم. دکتر نمکی تنها وزیری است که داروسازه، پزشک نیست، اصلا مرگ بیمار رو ندیده، آی سی یو ندیده، یه بیماره که داره قلبش وای میسته، ماساژ نداده براش. اصلا خیلی مهمه آقای دکتر، آیا نباید مدیریتش درست نبود؟ باور کنین فرناز خانم، حتی مریضی که سرطان مری داره، سرطان ریه داره، اندستیج 86 سالشه، وقتی من قلبش وای میسته باور کن 48 ساعت به خودم نمیام. چطور یه وزیر بهداشت میبینه که 200 نفر در 24 ساعت از بین میرون؟ و فرناز خانم، مقالات متعددی الان چاپ شده که این مرگای ناشی از کرونا ویروس نوشتن avoidable death، یعنی اینا مرگای قابل متوجه. آقای دکتر پیرمحزن، چقدر نقش دکتر ملکی اینجا برجسته است؟ چقدر ستاد ملی کرونا؟ دکتر نمکی، منظورت دکتر نمکی؟ بله، میفهمید که ایشون نقش دارن. آقای دکتر نمکی ضعیف ترین وزیر بهداشت در تاریخ ایرانه و عجیبه که وقتی امام جمعه مشهد میگه که ما در کرونا وزیر بهداشت کرونا مدیریت موفق داریم، اونا ارزیابیشون عمل کرد و اون در واقع بادی لنگویج وزیر بهداشته، چاپلوسترین، مزورترین، اونی که آقای دکتر ملکزاده گفت معرکه گیرترین وزیر، این آقای نمکی یه روز میاد میگه که دنیا رو متحول خواهیم کرد. آقای دکتر حالا آقای دکتر نمکی، من امروز همش اسم آقای دکتر نمکی رو اشتباه گفتم. آقای دکتر نمکی اینجا نیستن، بهتر راجبش اینجوری صحبت نکنیم. من مثلا اینه که چقدر ایشون نقش داشته، چقدر ستاد ملی. بله، ستاد ملی به نظر شما چقدر نقش داشت؟ همین رو میخوام بگم.
همین رو میخوام بگم. دکتر نمکی باید مسئول مستقیم در پاسخگو در سلامت مردم، ولی آقای دکتر نمکی رو و وزارت بهداشت رو آوردن در قالب زیر مجموعه ستاد ملی کرونا گذاشتن. بله. و ستاد ملی کرونا هم کسانی رو جمع‌آوری کردند که کوچکترین دانشی از اپیدمیولوژی، بهداشت، پیشگیری و این اصول آی پی سی نداره. درست. و من واقعا اگر یادتون باشه در یک سال پیشم گفتم اگر یک ستاد قوی، یه ستادی که نالج داره، یکی از تصادفا یکی از رهاوردهای کرونا ویروس اینه که بله. کشورهای موفقه که ساینس و علم و بهش ارزش قائل بشن. متوجه. این مجموعه مدیریت ستاد ملی کرونا یا خود وزارت بهداشت تا زمانی که انسانهایی که به علم آموزش پزشکی آگاه باشن، اراده داشته باشن، تا وجود نداشته باشه و از همین استفاده. آقای دکتر ما یکی دو دقیقه بیشتر وقت تا پایان برنامه ندیم. من میخوام از آقای کازده یه سوال اول پرسیدم پاسخش رو نگرفتم، خیلی کوتاه در همین یکی دو دقیقه. آقای دکتر کازده، این که اقتصاد رو ترجیح دادن و نبستن برای اینکه اقتصاد کاملا از بین نره، آیا تصمیم درستی بود یا نه؟ الان میشه اینو تشخیص داد یا نه؟ الان قاعده بعد وقتی تصمیم در مورد درستیش و اشتباهش حرف میزنیم، بعد ببینیم آیا مقدور بوده یا نه، یعنی امکان پذیر بوده یا نه. ما پول نداشتیم. یه پژوهش آقای امیرحسین مهدوی، آقای دکتر مهدوی انجام دادن روی هزینه های یک ماه قرنطینه، کار بسیار ارزشمندیه. 63 هزار میلیارد تومان نشون برآورد قرنطینه یک ماهه رو کردن. اگر بودجه سال 99 رو ببینیم، حدود مثلا 500 هزار میلیارد تومان بودجه سال 99، یه چیزی حدود مثلا 11% بودجه، مثلا 10% بودجه کل کشور میشه که ما نیاز داریم که مثلا قرنطینه ای بکنیم یک ماه کل کشور رو. پول نداشتیم، منابع نداشتیم، به قول معروف عقل هم، تدبیر هم در این به عبارتی وجود نداشت، به عبارتی که بیاد بخواد این سه تا وجهی که من خدمتتون گفتم و تاکید دارم، بخش مالی، سیاسی. من با سو فرماشد آقای دکتر پیرمعزن مخالفم، منتقدم، میتونم اغماز کنم از نکات درستش، بگم اشکال نداره اگه آقای نمکی پزشک نیست، اشکال نداره اگه وزارت بهداشت در رأس داستان کرونا نیست، اگر یک اون تاسک فورس، اگر اون ستاد ملی کرونا یک صاحب میداشت که میتونست جمع‌بندی بکنه نظرات وزارت بهداشت و نظرات وزارت رفاه و وزارت اقتصاد رو و بگه آقا حرف اول آخر من میزنم، مثلا رهبری نگه که واکسن امریکایی یا انگلیسی نیاد که اساسا امکان پذیرم نبود، یا اگه میومدم اینقدر نبود فایزر که ما بتونیم، اون حرف رهبری نمیزد. علارغم که حالا بعضی جاها میشه به ایشون کردیت داد برای چیزشون، ولی او یا اون سپاه اون در قابلمه رو نمیکرد. یعنی به عبارت یک متولی مشخصی امر کرونا میداشت، ولی اون که این متولی مشخص پزشک نبود، یه فردی بود که میدونه چجوری مدیریت کنه، کوردینیشن بکنه بین بخش‌ها. شاید ما نه اون کوردینیشن نداشتیم، نه پول داشتیم. ببینید، ما میتونستیم بعضی از مشاغل رو اگر حمایت مالی بکنیم، یا بعضی از مشاغل رو از خونه به جایی که مدرسه بریم، به جایی که بعضی از کارا رو بکنیم، از خونه بعضی از فعالیت‌ها رو انجام بدیم. زیر ساختاش مثال بزنم، اینجا موقعی که کرونا شروع شد در امریکا، علارغم اینکه همه انکارش میکردن، اوایلش میگفتن تابستون میاد چیه، امریکا نمیاد، فیسبوک، گوگل، شرکت‌های توییتر، تمام شرکت‌های بزرگ به کارمنداشون داشتن آماده میکردن که تا پایان تابستان امسال، یعنی از روی اینا میشد فهمید که واقعیت کرونا چقدره. همه یک بازی دو سه ماهه یا نهایتاً مثلا برای زمستان سال قبل رو پیش بینی میکردن که زود مدیریت خواهد شد، ولی اینا میگفتن تا پایان زمستان، تابستان امسال که داره میاد، یعنی تا 3 ماه 4 ماه دیگه شما از خونه کار کنید. ما اینا رو هم نداشتیم، یعنی اینا در کنار بیپولی موثر بود. ممنونم آقای دکتر کازده، آقای دکتر پیرمعزن، آقای دکتر مدنی، ممنونم که در این بحث شرکت کردین. متاسفم که وقت برنامه تمام شد، بحث بسیار جالبی بود و ممنونم از بینندگانی که این برنامه رو دنبال کردید. میتونید برنامه رو روی یوتیوب مجدد ببینید یا به صورت صوتی بشنوید. شب روزتون خوش.